انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان اگرچه مثل انتخابات مشابه اون در ایران به اعتراض های گسترده خیابانی منجر نشد ولی این دو انتخابات با یک اتهام مشابه روبرو بودند تقلب مهمان من دکتر عبدالله عبدالله یکی از کاندیدای اصلی این انتخابات موفق شد موضوع تقلب را تا کشاندن انتخابات به دور دوم دنبال کند ولی چهار روز مانده به رای در دور دوم اعلام کرد که در انتخابات شرکت نمی کند نتیجه اعلام حامد کارزای به عنوان برنده انتخابات این اقدام برای او چه حاصلی داشته است؟ دکتر عبدالله عبدالله به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید سلامت باشین دکتر عبدالله نتیجه انتخابات دور دوم یعنی در واقع به دور دوم کشیده نشد به دلیل اینکه شما شرکت نکردید در اون و نتیجه این شد که حامد کرزای به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه این نتیجه ای نبود که شما می‌خواستید. فکر نمی کنید که اشتباه کردید که در دور دوم شرکت نکردید اصلا دلیل عدم شرکت ما در دور دوم انتخابات برقرار بودن ماشین تقلب دستگاه حکومتی از یک طرف و کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات از طرف دیگر و فعالیت بسیار گسترده ایشان که به محض اعلان رفتن انتخابات به دور دوم آغاز شده بود و در این رابطه برای بهبود نسبی شرایط بر انتخابات و جلوگیری از تقلب ما پیشنهادات و شرایطی داشتم که متاسفانه هیچ کدام از اونا مورد قبول واقع نشد و رد شد و به این نسبت پیش بینی می بود که تقلب به مراتب گسترده نسبت به دور اول صورت می گیره و نتایجش نتایجی نیست که تمثیل کنه اراده مردم افغانستانه. بنان ما تصمیم به عدم شرکت گرفتم اما یکی متعاقب از او یک تصمیم غیر قانونی مبنی بر اعلان آقای کرزی به رئیس جمهور از طرف عین کمیسیون که متهم به دست داشتن در تقلب بود و ناکام بود در برگزاری انتخابات اعلان شد و این تصمیم نتیجهش اعلان ریاست جمهوری آقای کرزی بود این چیز نبود که توقع مردم افغانستان بوده باشه ولی شما این پیش بینی رو می خب راه های دیگه هم وجود می داشت در قدم اول بهتر بود برای آقای کرزی که برای که یک قدم مثبت گذاشته باشه برای اطمینان بخشیدن مردم برای اعتماد مردم ایجاد اعتماد در بین مردم افغانستان برای پروسه دموکراسی حداقل شرایط ما را میپذیرفت مثلا در انتخابات که حدود 1.5 میلیون رای تقلبی وجود داشته یک کسی باید مسئولیتش شمه گرفت اگر این مسئولیت متوجه خودشان نبود متوجه کمیسیون انتخابات که می بود یا کسهای دیگه ما شرایط به حد رساندم اما متاسفانه اونا خواستن که به اعلان صورت بگیره و ریاست جمهوریشان اعلان شد و حال سوال اینجاست دکتر عبدالله که چی چیزی نصیب شما شد از این ماجرا ما در انتخاباتی که آغاز کردیم اه اهداف برنامه های را اعلان کردیم که او را انوز هم رای حل اصلی بر قضیه افغانستان میدانم و برنامه تغییر تنها تغییر در رئیس حکومت یا رئیس اداره نی، بلکه ما تغییر در سیستم عنوان کرده بودم تا مردم اشتراک داشته باشند، مشارکت داشته باشند در حیات سیاسی خود در بخش اداره، ایجاد اداره در انکشاف و توسعه در افغانستان و بالاخره در امنیت او برنامه ها را ما با تمام جدیت دنبال میکنیم مردم افغانستان خواستار تغییر هستند و هدف ما از شرکت در انتخاباتم لابد حتما رئیس جمهور شدن به هر قیمت نبوده و نیست بلکه یک فرصتی که مردم افغانستان داشتن در این فرصت و استفاده از رأی و بالاخره نهادی ساختن پروسه دموکراسی و حق مردم و حق رأی اینها اهداف ما بوده که من اینا را دنبال میکنم در رأس برنامه های سیاسی ما تغییر سیستم بود از نظام ریاستی کاملا متمرکز به نظام پارلمانی صدارتی داشتن کمیسیون مستقل انتخابات که امروز میدانیم اهمیتش سیستم قضایی عدلی قضایی مستقل تفکیک قوای سلاسه تشویق احزاب سیاسی هم اینها اینها اهداف است که کمک میکنه افغانستان تا نه تنها از وضعیت موجود بیرون بیاین بلکه در آینده افغانستان بتانه یک اساس خوبی برای سیاست و برای امور خود داشته باشه بسیار خوب دکتر عبدالله حالا شما جوابتون به اون بخش از مخالفان شما که به شما شما رو متهم میکنن که شما میدونستین که در دور دوم انتخاب نخواهید شد مدلین به همین دلیل با شرکت نکردن عملا تمام هم و این بود که به اعتبار آقای کارزای لطمه بزنید اعتبار آقای کرزای من ضرورت نداشتم که بیشتر به اولت موارد کنم امروز هشت سال فرصت اطلاعی که به بحران تبدیل شده در همه عرصه های زندگی یه خودش مسئولیتش طبعا متوجه رهبری مملکت میشه و همچنان شما میدانین که نه تنها در داخل افغانستان بلکه امروز در سرتاسر دنیا اعتبارشان مورد سوال قرار گرفته به شکل جدی اصلا هدف من همچی یک چیز نبوده و یکی گفته میشه یا تبصره میشه که شاید نتایج انتخابات باز هم انتخاب آقای کرزی می بود درست است در صورتی که عین تقلب یا گسترده تر از او توسط ماشین حکومتی دستگاه حکومتی و کمیسیون انتخابات صورت می گرفت لابد نتیجه همون می بود بعد باید, که می رفتیم و ماهای دیگه باز دنبال تقلب ای بار هم که به موضوع تقلب رسیدگی شده فقط بخشی از تقلب بررسی شده و تمام شکایاتی که صورت گرفته بود با او وقت هم مؤثر نبود چون احتمال رفتن به دور دوم پیش بینی می شد بناهن به مجرده که پایین تر از 50 درصد نتایج آمد او پروسه توقف یافت در غیر از اون نتیجه موجود هم به مراتب متفاوت می بود از آنچه که درصدی که امروز نشان داده شده از اون لحاظ در یک انتخابات شفاف من یقین داشتم که رای آقای کرزی کاملا پایین می بود اما در یک انتخاباتی که تقلب بیشتر هم صورت می گرفت نتیجه همو بود کوشش ما برای شفافیت پروسه و عادلانه بودن پروسه بود بسیار خوب حالا شما دکتر عبدالله دولت آقای کرزی رو غیر قانونی اعلام کردید و بارها تو همین برنامه اول برنامه هم گفتید که غیر قانونی از نظر شما میخواین چیکار کنین در این مورد اینکه مرتب اینجا و اونجا انتقاد بکنین بگین غیر قانونی مشکل حل نمیکنه برنامهتون برای رفع این غیر قانونی بودن چیه یک حرکت وسیع مردمی ایجاد شده برای ایجاد تغییر و این حرکت ادامه پیدا میکنه و برای ایجاد اصلاحات کار خود مبارزه خود ادامه می تیم. البته متاسفانه شرایط افغانستان در یک افغانستان در یک وضعیت دشوار قرار داره از لحاظ ادامه همکاری های بین المللی از لحاظ شرایط داخلی و همه ام اینها اما در شرایط باعث یک شهروند افغان که یک حرکت را آغاز کردیم برای تغییر ما نتایج اعلان, اعلان نتایج و اعلان نتیجه که از طرف کمیسیون صورت گرفت میر پایان راه نمیدانم بلکه یک مرحله میدانم و مبارزه و کار بر ایجاد تغییراتی که او منجر به بهبود وضعیت در افغانستان شود و جواب باشه برای خواسته های مشروع مردم افغانستان نهادی نشدن دموکراسی ایجاد یک ای اداره سالم و کار مبارزه خود ادامه داده او بخشی از این نهادی نشدن دموکراسی این که دولت کرزی که حالا به هر حال سر کاره و باید کابینش رو تشکیل بده و برنامهش شو اعلام بکنه و دست به اقدام بدن طور که تحت فشار به خصوص کشورهای خارجی برای این کار. اگه از شما دکتر عبدالله دعوت بکنه برای برای شرکت در کابینه و کمک به این پروسه شما شرکت خواهید کرد؟ فقط مسئله برنامه برای ما مهم است برنامه ای که ما داریم او را ما رای حل می دانیم در غیر از او داشتن چند پست در کابینه ای از ابتدا منظور ما نبوده و بدون انتخابات هم برای ما و همراه های ما مقدور بوده که ما پست های در کابینه داشته باشیم اما منظور ما از ایجاد تغییر است و برنامه های ما که اساسی است برای ما در صورتی که روی برنامه تغییر موافقه صورت بگیره طبعا ما حاضر هستیم که در بهبود وضع کشور سهم داشته باشیم اما در غیر از او هدف تنها مسئله شرکت در کابینه نخواد بود آیا تماسی بوده با شما از طرف آقای کرزای برای اینکه مذاکره بکنین این که شاید به اون توافق مورد نظر شما برسید آخرین یا اولین صحبت و آخرین صحبت در قلال چند ماه گذشته ما در حدود دو هفته قبل بود که با آقای کرزای صحبت داشتم و در رو اوج روی شرایط مساعد شدن شرایط برای انتخابات ما بحث کردم که متاسفانه نتیجه نداشت رو صحبت ها بعد از اون ما تماسی با آقای کرزای نداشتیم از طرف امریکایی ها چطور؟ آیا مثلا سفیر امریکا با شما تماس گرفته یا دولت امریکا به طریقی با شما تماس گرفتن که شما را, را راقب بکنن برای شرکت در دولت آینده آقای کرزای؟ در ارتباط به تماس های ما در سطح بین المللی ما به صورت متداوم در جریان کمپاین بعد از اعلان نتایج انتخابات و رفتن اعلان نتایج رفتن به دور دوم و بعد از او به صورت متداوم ما با احیات دیپلماتیک مقیم کابل و نماینده های خارجی کشورهای دوست و همکار افغانستان که سفر می داشته باشند ما تماس دارم با رهبری ایالات متحده امریکا تماس های تلفونی داشتیم اما محتوای صحبت ها را بدون رفتن به جزئیاتش کار روی پروسه و روی قضی افغانستان به صورت کل تشکیل می داده نه یک جنبه خاصی که شما به او اشاره کردین یعنی این تماس ها بعد از اعلام آقای فرزای جمهوری بوده؟ قبل از اعلان آقای کرز اعلان کمیسیون انتخابات هم ما داشتیم و بعد از اون بسیار خوب شما حالا اگر که می رسما رسمی از شما دعوت بکنن که شرکت بکنید و پست خاصی بگیرید در کابینه شرایط شما چه خواهد بود به شما گفتیم تغییر ولی دقیقاً شرط, شرط مثلا عاجل شما چه خواهد بود اصلاح مکمل کمیسیون انتخابات تفکیک قوای سلاسه تعدیل قانون اساسی از نظام ریاستی به نظام پارلمانی تغییر سیستم انتخابات که در رو بر احزاب نقش قائل نشده در سیستم موجود و سیستم انفرادی است به از سیستم مختلط البته در برنامه های اقتصادی هم نظریات داریم و در سایر برنامه ها از لحاظ ایجاد اداری سالم هم بسیار خوب حالا این شرایطی که شما اعلام میکنین به صدا شرایطی نیست که در به صورت خیلی سریع به تحقق بپیونده این مستلزم تشکیل لویاجرگی احتمالا و تغییر قانون اساسی برای این کار اگر که بخوان که به نظام دموکراسی پارلمانی تبدیل بشه و لابد اون چیزی که در گذشته هم از طرف شما شاید نقل قول شده که در صدد ایجاد یک پرس صدارت هستید اینها به این معناست که شما پس شرکت نخواین کرد برای اینکه این چیزی نیست که در اسرع وقت بشه متحقق کرد من قسمی که پیشتر برای شما گفتم هدف اصلی و منظور اصلی من از ایجاد تغییر است بر مبنای یک برنامه و توافق روی اصول برنامه ضرورت اصلی هر نوع اقدام است تا بتانم در نظر بگیرم حتی مسئله مشارکت در غیر از او برای ایجاد تغییر در موقعی که هستم در موقعیتی که هستم به حمایت مردم انشالله بیاری یاری خداوند ادامه خواهد دادم به کوشش خود بسیار خوب یک ایراد بسیار بزرگی که به دولت افغانستان گرفته میشه در حال حاضر و اخیر در همین اخیر هم از طرف وزیر خارجه امریکا از طرف سفیر امریکا و همینطور مقامات دیگه غربی تکرار شده مسئله فساد دستگاه دولتی که شما در برنامه انتخاباتیتون هم به این مسئله اشاره کردید شما خودتون چه برنامه ای دارید برای کمک به این پروسه که این رفت بشه حالا چه در دولت باشین و چه در خارج دولت در قدم اول تصمیم سیاسی اراده سیاسی برای مبارزه با فساد اداری این مسئله مهم است و متاسفانه حکومت آقای کرزای در گذشته و امروز هم اینا انکار میکنن از ای که گویا فساد اداری وجود داشته باشه و این خودش یک مانع است برای که اقدامات صورت بگیره در مورد فساد اداری البته کار یک روز و دو روز هم نیست تصمیم و اراده اصلی اراده سیاسی برای مبارزه با فساد قدم اول اقدام خود بوده میتانه در قدم دوم طبعا تعدیل قوانین ایجاد یک اداره م... که با صلاحیت بتانه با فساد اداری مبارزه بکنه و زمینه هایی که برای فساد است رفع کردن او زمینه ها و همین اینها اقدامات است که باید صورت بگیره احترام به قوانین کشور در قدم اول میتانه کمک بکنه برای قانون شدن نظام در نظامی که قانون اساسی پامال میشه هر لحظه و بدون توجه به عواقبش تصامیم پارلمان افغانستان نادیده گرفته میشه همه اینها منجر به ای شده که در یک دایری معیوبه قرار بگیره کشور و نتیجهش بدتر شدن اوضاع باشه بسیار خوب یک شما قبول دارید دکتر عبدالله که افغانستان در یک وضعیت به اصطلاح با ثبات سیاسی نیست که قوانین جاری به طور کامل و به شکل خیلی ملایم و مسالمت آمیز اجرا بشه در شرایط دوچار مشکل افغانستان در جنگ در این شرایط ممکنه بخشی از مردم افغانستان و از جمله از طرفداران شما ممکنه بگن که شما بایستی با از بخشی از این شرایطتون کوتاه بیاین برای کمک به این پروسه بهتر کردن وضعیت افغانستان اصلا وارد کابینه بشید و بتونید کمک بکنین به این پروسه از داخل در رابطه به ای که ما چی میخواین ما طبعا با در حدی که امکان داشته در تماس با کسایی که از ما حمایت کردن در جریان انتخابات بودیم و هستم اونها هم تعهد اولیشان همی بود که در افغانستان قضیه با داشتن یک پست و دو پست در کابینه حل نمیشه بلکه ای سیر نزولی باید یک بار توقف کنه و بالاخره بر بگرده و به مردم امیدواری پیدا شوه و ایجاد همچه یک امیدواری فقط از یک برنامه سالم که ناشی از خواسته های مردم بوده باشه و بالاخره منجر به این شود که مردم خود شریک بدانن در نظام متصور بوده میتانه و الا این کوشش است که آقای کرزی با داشته ات اتحاد و ائتلاف هایی که به میان آمده قبل از انتخابات افغانستان حتی تا دو روز قبل از انتخابات در افغانستان آقای کرزی دست به ائتلاف زد با بعضی از نیروها اینها کاری است که همیشه صورت گرفته و رای حل نبوده دکتر تقریبا هر روز یک اظهاراتی از طرف مقامات نظامی و غیر نظامی کشورهای غربی داله برای اینکه کشورهای غربی نباید تعهد بیشتری نسبت به مسائل افغانستان چه نظامی و چه غیر نظامی داشته باشند آخرینش صحبت های آقای کال آیکنبری سفیر امریکا در افغانستانه که صحبت این کرده که این افزایش نیروی امریکایی در افغانستان کارساز نخواهد بود و اصلا کفایت دولت آقای کرزه رو زیر سوال برده شما با نظر ایشون موافقید؟ از لحاظ اصل نظر و اساس نظریه که است من موافق هستم بله متاسفانه دولت در گذشته هم تحت ریاست آقای کرزه نتانسته از این فرصت کمک های بین المللی استفاده خوب بکنه و یک مثالش هم همیست که هشت سال بعد از حضور نیروهای خارجی در افغانستان انوز هم ضرورت حضور تعداد بیشتر نیروها احساس میشه و یک دلیل عمدهش ناکامی حکومت است ناکامی طرف افغانی قضیه است برای جامعه بین المللی طبعا سوالات زیاد امروز مطرح است آیا توانند تنها با حضور نیروی بیشتر به حل مشکل بپردازند اگر سوال شما ای باشه که آیا نیروی بیشتر خارجی رای حل قضیه است جواب من نه هست طرف افغانی قضیه که شریک قضیه هست باید بتانه اعتماد مردم کسب کنه از مشروعیت برخوردار باشه جواب به نیازهای مردم داده بتانه امنیت ایجاد کنه و بالاخره اعتماد دوباره ای که از دست رفته ای به میان با فساد اداری مبارزه بکنه همه عواملی که سبب دوری مردم از نظام شده ای عوامل باید رفع شوه در عدم موجودیت همچو شرایط طبیعی که سوالات شبیه آنچه که آقای کارل آیکنبری سوال کردن ای مطرح میشه از لحاظ شخصا نظر من است که در حالی که ضرورت موجودیت قوای بیشتر امروز احساس میشه تنها این مسئله نمیتونه رای حل قضیه بوده باشه بسیار خوب برای رفع همه اینها آقای دکتر عبدالله در خارج از دولت به عنوان مخالف خیلی راحت صحبت کردن ولی وقتی در درون دولت هست احتمالا شما هم با همون مشکلات مواجه خواهید بود و از همون افرادی و قماندان های جهادی شما هم استفاده خواهیم کرد که هم رزم شما بودن و الان آقای کرزایی داره استفاده میکنه در دولت و در کمک به پروسه کشور شما در واقع چه تفاوتی میتونستین داشته باشین با اون چیزی که الان داره میگذره در افغانستان اگر سرکار بودید در قدم اول بگویم که در یک نظامی که اصول دموکراسی مراعات شوه خارج از حکومت بودن داخل حکومت بودن مسئله راحتی در بین نیست اما هر کس میتانه در موقعیت خود بتانه خدمت بکنه به پیشبرد اهداف بر اساس منافع ملی کشور خود اما در که در چه تفاوتی میتانه داشته باشه مدری شک ندارم که شما از کماندان های جهادی یاد کردین اینها میتانن بسیار عناصر مفید در تامین امنیت باشن در از تجربهشان استفاده شود از همه نیرویی که در افغانستان از تحت هر عنوانی که بوده در افغانستان شما میدانین که بیشتر از دو دهه جنگ صورت گرفته و در دو طرف خط قرار داشتن مردم افغانستان از همه نیروها در جایش به صورت معصر استفاده شود اما مراعات اصل شایسته سالاری و سپردن کار به اهلش یک اصل است که از این نمیشه به بهانه امروز و یا فردا و یا چون این مسلحت و چنان مسلحت تفره بریم ای اصل مراعات نشده متاسفانه در حکومت آقای کرزی و به امین نسبت امروز اصلا اعتراف نمیشه به اینکه مشکلی وجود داره در حکومت و اگر خارجی ها در مورد مشکلات حکومت افغانستان یاد میکنن یه تو تلقی میشه یا نشان داده میشه که گویا بحث اونهاست در حالی که بحث اصلی مردم افغانستان است مردم افغانستان میخواین که در سایه یک نظامی که سالم باشه اداره سالم عدالت تعمیم کرده بتانه قانون مراعات کنه و خدمات به مردم ارائه کرده بتانه امنیت بیاره در کشور خود و از فساد اداری مبری باشه در سایه همچی یک نظام زندگی را به سر ببرن این خواست مردم افغانستان است و تعهد به این خواسته ها قدم اول است برای هر سیاست که ادعا بکنه که میخواه مصدر خدمت به افغانستان شود برای آقای کرزی هشت سال عمر کرد ضرورت دیگه اونا ندارن که شعار بتن که چی میخواین بکنن هشت سال گذشته یک رکورد است که مردم روی از او قضاوت خواد کردن بسیار خوب دکتر عبدالله شما نظرتون در مورد طالبان چیه؟ خب اون چیزی که مسلمه اینه که هشت سال گذشته نیروهای قدر, قدر قدرت امریکایی و بریتانیایی و کشور و عضو کشم... ناتو نتونستن این نیروها رو شکست بدن و الان صحبت آخرین صحبت هایی که داره میشه که ایک... بیانیه یا چیز مطلبی هستش که درس کرده و بی بی سی هم در اختیار داره اینه که دولت بریتانیا هم موافق یک نوع آش دولت آشتی با طالبان و به کار گرفتن طالبان در دولت خواهد بود از جمله تماس با شورای رهبری کویته که مرکز تصمیم گیری طالبان ظاهرن شما نظرتون چیه شما برنامه‌تون برای مقابله با طالبان چیه در قدم اول برنامه که برای آوردن صلح در کشور لازمه است که به مردم افغانستان رسیدگی شود وقتی مردم میگم در همه گوشه های افغانستان و یک دلیل ناکامی در مبارزه با طالب ها هم همی بوده که مردم مردمی که نمیخوان نظام طالبانی دوباره به افغانستان مستقر شود ناراض هستند از حکومت و این فاصله بین مردم و حکومت روز به روز بیشتر شده رفته از این لحاظ رسیدن به مردم و رسیدگی به خواستهای مردم میتانه صف کسایی که در جنگ هستند ضعیف بسازه در قدم دوم در بحث صحبت با طالب ها من فکر می کنم که این کار شده میتانه که در محل صورت بگیره در هر در هر ولایت به ابتکار خود افغان ها این کار صورت بگیره تا تضمین باشه برای آینده کسایی که بخواهند به عملی صلح بپیوند با اونا تضمین داده شود و در عین زمان از اونا تضمین گرفته شود که استفاده از سلاح صورت نمیگیره و در چارچوب قانون اساسی افغانستان زندگی سلامه شرایطش مساعد ساخته میشه من فکر نمیکنم کنم که ای زمانی که طالبها ها خود برنده احساس میکنن صحبت با شورای کویته یا کدام شورای دیگه منجر به تامین صلح در کشور شوند یعنی یک طرف قضیه است که ما افغان ها کسایی که در این طرف خط قرار داریم صحبت میکنیم در باره مصالحه و یک طرفش هم جامعه بین المللی است که کمک میکنن افغان ها را در این زمینه یک طرفش هم حرکت طالب هاست که های اونا می یا در حالتی در اوضاعی هستند که ضرورت حل سلحامیز قضیه را احساس کرده باشند من فکر میکنم که در همچی یک اونا قرار ندارند ولی در اصول شما موافق هستین به این که با طالبان باید مذاکره بشه و بخشی از اونها رو جلب کرد به طرف احیانا یک دولت آشتی ملی اگه اسمش بشه گذاشت بله در اصول در سایه قانون اساسی افغانستان و با در نظر داشته اصل عدم خشونت و زندگی سلحامیز بله خیلی متشکرم دکتر عبدالله عبدالله از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر ممنون از شما تشکرم